صبح زباتان بخیر، خوش آمدین. خوشبختانم مهماندار هستیم آقای فهیم افکار و بانو فایزه زیرک با ما هستن که شان عضو سازمان لبخند اطفال هستن و بیشتر صحبت رو در مورد سازمان لبخند اطفال می داشته باشیم و فعالیت هایشان همچنان که تا اکنون چقدر فعالیت های داشته. سلام آقای افکار و بانو زیرک، صبحتان بخیر. صبح شما همچنان بخیر. سلام خدمت خودتان کنشم جان عزیزی، خدمت هموطنان عزیز چی در داخل کشور هستن چی بیرون از کشور هستن. امیدوار هستم یک صبح پر از لبخند و پر از انرژی آغاز کرده باشه. انشالله ما هم آرزوی امید داریم. ممنون از شما زیر تشریف آوردین. خب آقای افکار، میخوایم بیشتر صحبت در مورد سازمان لبخند اطفال بشنویم از شما که چقدر مدت زمان میشه تاسیس شده و تا اکنون چقدر فعالیت داشته. بله کرشمه جان، سازمان لبخند برای کودکان افغان مدت یک سال میشه که کار کرده رایستیم. ما یک گروه هستیم که وقتی که ایره آماده به ای بودیم، اما گروهی که بچه که کار کردیم اما جوان های هستن با استعداد هستن. وقتی که شروع کردیم ما سه بخش مد نظر داشتیم. بخش اولی بود که برنامه های بیرونی داشته باشیم برای طفلایی که در پرورشگاه هستن، برنامه های بیرونی آموزشی و تفریحی داشته باشیم. ما بخش دوم که بودن برنامه های داخلی آموزشی و تفریحی. بخش سوم که بود برنامه های ارائه خدمات برای اطفال بود که هر کدامشان به چند بخش تقسیم شده. بخش بیرونی که بودن که آموزشی و تفریحی بودن، ما کودکان به موزیم، پارک شهر، تئاتر ملی، انجمن های مختلف، پارلمان، قصر دارلمان به اینجا بردیم و برنامه هایی که در داخلی داشتیم در خود پرورشگاه بودن که برنامه های آموزشی و تفریحی که یاد کردم یاد دهی مهارت های زندگی بودن، بر ازا بحث های روانشناسی، شیوه های مطالعه، مسابقات کتابخانی بود. و بخش سوم که ما برایشان ارائه کرده بودیم ارائه خدمات برای اطفال بود، بیمه صحی بود، کتابخانه سیار بود، لوازم بهداشتی برای اطفال بود، تهیه لوازم آموزشی، تهیه لباس. بسیار خوب. خب آقای افکار، این پلان تنها به پرورشگاه بود یا کسانی که در خیابان همچنان کار می‌کنند؟ نه خیر، ما پلان داشتیم که به اطفال که قشر فراموش شده هستند، واقعا از جامعه ما دور هستند، ببینیم بدبختانه بگویم طفلای داریم، طفلای خیابانی که سرپرست ندارن، اوضاعشان به هم خورده است. ما پلان داریم که طفلایی که در پرورشگاه هستن، طفلایی که در خیابان ها هستن، برای از یا لبخند بیاریم و برایشان مهارت های زندگی و در خود جامعه را، خود اجتماع را باید همسازی بر از یا معرفی کنیم و همکاری خوب کنیم باشه. یعنی همیشه در اگر از اجتماع کم هم دور هستند بتانند با اجتماع باشن و بلد همیشه با افراد این جامعه یک جا باشن. واقعا این خیلی کار نیکی است، کار خیلی خوبی است که شما پیش گرفتین. همچو اطفالی که دوست دارن میخواین از جاهای تاریخی دیدن کنن، یک فرصت خیلی خوبی است که سازمان لبخند کودک که برای کودک هست امی زمینه رو مساعد ساختن که اونا دیدن کنن از هر جا. خب بانو زیرک، از شما مشتریم در مورد این که این سازمان تنها در کابل فعالیت داره یا در ولایت همچنان؟ خب سازمان ما فعلا تنها در کابل فعالیت داره، چون تقریبا یک سال میشه که نو به فعالیت آغاز کرده و با مرور زمان ما پلان هایی را در آینده داریم که بتونیم یا در تمام افغانستان، در سطح کل افغانستان ما برنامه هایی داشته باشیم برای کودکان. بسیار خوب. یعنی پلانتون اگر باشه در یکی از ولایت ها که در ابتدا بخواین آغاز کنین، کدام ولایت ها؟ خب ما شاید هستیم که ولایت افغانستان انقدر نظر به سرویک میشه و پلان هایی که در آینده داریم میشه ولایت مزار شریف و هرات که نسبتا امتر هستن از اینجا آغاز بکنیم تا به ولایت های دیگر. بسیار خوب. خب آقای افکار، چطور خواستین که اسم این سازمانه بگذارین لبخند برای کودک یا هم لبخند اطفال؟ چی باعث شد؟ کرشمه جان، متاسفانه بگویم یگانه چیزی که در افغانستان کمبودی داره لبخند است. بله. چون ما قبلا هم ذکر کردم طفلای این دوره که هستن، این دهه اخیر که هستن، فراموش شده هستن، رنج دیده هستن. بله. طفلای داریم که شاید پدرایشان در جنگ ها شهید شده باشن، شاید زخمی شده باشن، شاید توانایی از ایره نداشته باشن که فرزند خود در خانه با خود بزرگ کنه و تربیه بتش. زیادتر طفلای داریم ما در پرورشگاه که لیلی هستن، زیادترشان هستن که حتی فامیل ندارن. شب و روز که ما پرورشگاه فکر میکنیم، ما برش پرورشگاه میگیم، شاید بر از او یک زندان باشن. بله. ما خواستیم که بر از او زندانی هایی که داخل پرورشگاه هستن
بر از وا برنامه بگیریم، لبخند برشان بیاریم. مثلا ما یک برنامه داشتیم درباره جشن استقلال بود، با اطفال در پرورشگاه علاودین این برنامه را داشتیم. قبلا شاید نمیفهمیدن که استقلال چه رقم تجلیل میشه. شاید در تلویزیون ها دیده باشند که مردم ها بیرق میگیرند، آهنگ های میهنی میشنوند، اما ما هم دفعه موفقانه خوشبختانه برنامه گرفتیم برشان که خود اطفال هم گویندگی را پیش بردن، هم شعر هم ترانه، کل بخش ها را خودشان پیش بردن و استقلال خودشان تجلیل کردن. بله واقعا کار خیلی عالی، کار بسیار نیک است و خیلی ضرورت است در افغانستان که قسم که شما گفتین لبخند اصلا وجود نداره. اگر کسی لبخند میزنه هم خنده میکنه میگن گویا دیوانه شده. اما این گونه نیست، همیشه هر کس به خاطر خوشی خود گوشا هست، ولی بیاین که ببینیم بعضی کسای هم هستن که دور از این همه چیز هاست و باید بانها هم انگیزه زندگی داده شده. و یک چند تصویر هست میخواییم که با هم یک جو تماشا کنیم، ولی همکارایز میگن که چیز مشکل هست نمیتونیم تماشا کنیم، ولی خیر انشاءالله کوشش میکنیم که نشر شد و با هم یک جو تماشا کنیم. خب بانو زیرک از شما میشنیم در مورد زیک پلان های آیندیتون چی هست؟ خب قسمی که آقای افکار اشاره کرد که ما پلان های خود دسته دسته تقسیم کردیم. اولش که پلان هایی که داخلی است، یعنی داخل پرورشگاه ما اونا را میگیریم، از جمله قسمی که برنامه استقلال داشتیم یا هم نهالشانی، و برنامه خارج از پرورشگاه می باشه که سیرهای علمی است مانند موزیم ملی، آرشیف ملی، و همچنان برنامه هایی می باشه که ارائه خدمات می باشه مانند قرطاسیه و کتاب و لباس، که در آینده نیز ما می پلان ها را انشالله که عملی میکنیم و همین پلان های آینده ما نیز میباشه. بسیار خوب. خب آقای افکار، زمانی که شما رفتین از این اطفال دیدن کردین یا هم اینقدر وقت با ایشون سپری کردین، چی دریافتین؟ چی میخواستن؟ خواستشان چی بود؟ چون خیلی متفاوت از خواست یک کودک تا یک بزرگ. بله کرشمه جان، ما اولین برنامه که داشتیم وقت رفتیم پرورشگاه طفلا را دیدیم چی انگیزه دارن، چی فکر دارن. روز اول که ما رفتیم، بار اول که در پرورشگاه علاودین برنامه داشتیم برشان، برنامه گرفتیم. فعلا این تصاویر که هست میبخشین میشه با صحبتتان ادامه بدین؟ این تصاویر از موزیم است و این پرورشگاه خود علاودین است که بخش طنز هستن، بچه ها طنز انجام میدادن و این کسایی هستن که خودشان شعر میگفتن این دخترک در خود برنامه. ما موفق شدیم به این که روزای اول که رفته بودیم خودمو برنامه اجرا میکردیم، گویندگی را خودمو میکردیم، شعبده بازی من میکردم و اما تو همکارا هر بخش خودشان میگرفتن. اما امروز موفق شدیم برنامه ای را بگیریم برای اطفال که کل کار خودشان پیش ببره، هم شعر هم تئاتر کل چیز خودشان خوشبختانه پیش برده و ما به این خاطر گفتیم که میتونن یا آینده افغانستان هستن. ما باید آینده خود فراموش نکنیم و اگر یار امیر قنبانیم و به همیشه و زندگی کنن، واقعا جای تعصب است برای همه. بله واقعا که خیلی متاثر کننده است و انشالله آرزومند هستم که سازمانتون دیگه هم رشد کنه و همیگونه موفقانه پیش برین. ممنون از شما از اینکه تشریف آوردین. اگر حرف باقی از بانو و همچنان آقای افکار مشنیم از شما. خب یک پیام کوتاهی که داریم به همه هموطنان عزیز که در مقابل اطفال هایی که بیشتر آسیب پذیر هستن، مسئولیتی که دارن اونا رو باید ادا کنن. پیام ما تشکری از اعضای گروه ما است، خصوصا علاوه خصوص از بیرا جان، واقعا زیاد زحمت میکشند با ما در گروه، کل کارا بار دوش سنگین دارن. بیرا جان زنده باشی، تشکر باشی، سرفراز باشی، تلیو افغانستان، جوانده دیو افغانستان. ممنون شما. و حالا هم یک وقفی کوتاه دوباره در برگشت با بخش پیام خانه باشین که شبانه جان پیام شما خوبان ایزان را به خانش میگیرم.